بله با شما هستیم در ادامه برنامه و منتظر حاجی اکبر زرگر هستیم در این بخش مرد جان بله ما منتظر هستیم قسمی که پیشتر گفته مریم جان در گذاشت ها قصه های شیرین می کردن پدر بزرگا بادر بزرگا بسیار قصه های شیرین می کردن برای فرزندهای خود او زمان یک مدت خود تلویزیون نبود بله. و زمانی هم که استفاده تلویزیون در خانواده ها مرود شد باز تلویزیون هر روز نشرات نداشت یعنی یک روز یک روز یا دو روز بود که مردم اون تایم های مشخص باز منتظر می بودن که فیلم ببینن همچنین بوده مال بسیار کم باز بسیار کم کسا تلویزیون داشت ام. باز اناب می رفتن فامیلی مثلا به خانه یک هم کسی که تلویزیون می تلویزیون داشت باز هم مگی همونجا جمع میشدن باز شبای جمعه می ششتن. معمولاً معمولا فیلم میدیدن هم و سفید بله او هم سیاه و سفید باز با دوبله بسیار خوب فارسی دری پشتو می بود که اناب می دیدن. و یک چیزی بود که معمولا در قریه اونجا در, ح... در یک قریه مثلا یک فرد بود بسیار قصای شیرین میکرد. باز هم مگه دوست داشتن که زمستان شوه و یا بتانیم امو فرده که در امو قریه است قصه های شیرین میکنه بتانیم اون را پیدا بکنیم باز خصوصا در زمستان امی فضایی که دور صندلی ایجاد میشتین بهترین فضا برای بود که امو قصه ها گفته شود. باز میرفتن اون امو فردی که در امو قریه در امو قشلاق مثلا خوب بود بازو را میرفتن دعوت میکردن شو میمونی میکردن میاوردن خانه و بیشتر قصه میکردن ما امروز دوست, داشت دوست, داریم که بیشتر با آجی صاحب اکبر زرگر در امی رابطه در رابطه با قصه های شیرین که او زمان برای کودک می کردن و قصه می گفتن <applause> ها بیشتر قصه می گفتن. امروز می که بیشتر صحبت در امی مورد بکنیم شما هم می تانین که از قصه و گپایتان بر ما بگوین بنویسین ما هم می دوست داریم بیشتر از گذشته ها گذشته ها قصه های بسیار شیرین دارم علم جان بله و امر جان خصوصا در افغانستان هم شرایط زندگی اکثرا همه قسم بود او زمان و دوستای ما که بیرون از افغانستان زندگی کردن یک یعنی تجربه کاملا متفاوت از اینجا دارن بله و و دلشان تنگ میشه برای که میگن در گذشته ها که ما بودیم به افغانستان مثلا در کابل کسایی که زندگی میکردن در ولایت ها زندگی میکردن کسایی که بودن برشان قصه می گفتن قصه می کردن و ما امروز ما هم داریم دوست بسیار خوب ما جناب آیوس های اکبر زرگره که در این رابطه قصه های خود داشتیم اگر ما هم نصب شده انشالله که بین, بین بخیر گلونه تازه کردین دیگه دگه بخیر بین آیوس ما باید بیم طرف خودتان آی صاحب سلام السلام علیکم بخیر خوش خوش دخل. خوش دخل. 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 سر خوش آمد. آیسر سر بخیر. خوش آمد. خیلی حالا ولتون خوب. فهمیدم <تصفح> که زمستان آمد دیگه نیم و کلای زمستانی که پوشیدی. <تصفح> <تصفح> زمستان دیگه یک دو روز بعد ایمال جان واقعیت زمستان داخل میشه. یک <تصفح> 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 دو روز بعد. دو روز بعد. سر خوش آمدی آیسر سر خسته نباشی. خوش باشی. کمی وقت <تصفح> آمد امروز. با خدا یک کمک کی را بندان بود. دیگه همی شیشه موتر مومیخ زده بود. دمی یک دپانزه بیز دکت تا که گرم شد بخاریش جور نبود دیگه بخاریش جور بود خب موتر چنج از بخاری دفتن او شیشه که ما شما کار داریم نمیزنه خب حاجی صاحب امال ما و امال اینجا صحبت کردیم در مورد او زمانایی که تلویزیون کمتر قابل استفاده بود و مردم کمتر تلویزیون داشتن و اکثرا ترجیح میدادن که برن خانه دوستای خود خانه اخاره بخود و قه زستان سندعل ب قصهه ههاوز مریمجان دگه اگهر راست بپرسی بعضе وقتها که بر یکدوشوه برقما شکر ما ولایت ما برق دا. داره یک دو شаوе که برق نمیباشه در شو سеمش همو قصههاи قدیم باز میایه کسا از این قرار بود که اینا چندی باری را گفتیم که در پالی از این سندلی بسار میر محبت بود با اندازه امال جان میر محبت بود که تفلا هم زیادتر قصه را که ما میکنم از اون قصه است که اگر در سندلی بودم از موی و از کلانا میشنیدم دیگه امال جان در شوای زمستان ایج وقت کسی سر شو استراحت نمیکرد یکی خانه دیگه دیگه خانه دیگه چون اولیام نزدیک بود امنیتم بود شتنام بود دیگه به تکلیفم کسی را کسی نمی ساخت این هایی که آل شما میبینی این میوه‌ای را که در تصویر میبینی این همیشه وقت در سر صندلی بود چی میمان میبود نمی بود گد بعد هم تو من هر کی از هر چیزش خورده این زمان این زمان شیرین ترین زمان و خیلی هم صد بخش است و خودت میبینی مریم جان که هم اعضای فامیل در گردی صندلی هستند و کلان فامیل هم با بالای صندلی است فکر میکنه و چقدر به شیرینی نگاه میکنن طرف دیگرهای خود میبینین که چقدر کسا ببینین بی اصراعت است کسا ببینین بی یک کار میکنه و مصروف روزگار هستند ما دو سه شب پیشتر خدا کم نکنه سی, سی و دوتا تا من دارم خدا را شکر محمد بود در صندلی ما کل ما استراحت کردیم هر چقدر که نفر باشه در صندلی گزارش و چارش میشه به یک قسم این تو که که صندلی یک لذت خاص داره اگرچه امیال در فامیلای یزک فامیلای که از قدیم است با وجود که بخاری میمانند سندلی عطمانه. هم هست اتمن این امیال عطمانه. یک نواسه ما بخاری هم موندین سندلی هم از بخاری باز استفاده کرده در سندلی عم. می سندلی لذت خاص داره عم. سندلی امالجان جان مریضی نداره بخاطر از این مریضی نداره اگرچه که موسفیده های قدیم میگفت که بیوی بی پاهای ما ده جلال تا سر ما سالنگ با وجود امیام هم که بعضی وقتا که از صندلی بیرون دروازه برای و گشت گذار کنی یا کدام ضرورت باشه بیرون بری بیای از بخاری امکان ریزش و امکان مریضی داره این تصویر از شب بود از صندلی نداره دیگه در سندلی امال جان همه چیز که همی تخته پشت تدمی بالش که میتی همه چیز یادت می از خوردنی یادت می از قصه یادت می سندلی به یک گسابه که مردم های قدیم میگفت گفت که ای جای لیر قرآن ها می گرف. یعنی قرآن کریم خود لیر داشت که میموندن تلاوت با د سندلی و ضرورت نبود سندلی مردمои بالا میگفت که سندلи یک نکتیشم یاد دارم قضیتن سندلи سلندرи آرام جان است سندلی سندلи سرندل... سلندرи لیر قرآن است سندلی بسیار قصه بسیار دراز است خو م هی دو نکتهش که یاد گиرиفته بуدم ب حضوران ب... مریم جان کتابهاи قدیم به ای اندازه بلندیش بود به ای اندازه اباب اسلم خراسانی ره میخواندن امیر حمزهره میخواندند محمد حنیفهره میخواندند جنگناماره میخواندند ایره که م قصه کنم ای قصه نیسته که د یک دقه و ده دق و پج دقه خلاص شوه همی قصهره میکنم که عجب وقتی بود خدا اول خو آرامی در مملکت ما بیاره با کلی کل جا به از پیدا میشه دیگه از کدام مثلا امی شوی که سندلی میمانند مریم جان در هرچ هر چی قکو آدم غریب باشه چیزی بسیار خوب پخته میکنن شوله با کوفته شوله با قروت که پخته میکنن در اول در شو آخر هم که سندلی را میوردارند

باز بوی بهار آمد وقتی که صندلی ورداشته میشه یک کاکای پدر من بود خدا ببخشدش باز دمی صندلی ورداشتن یک دونه پاشام پیدا میشه ای کاکای پدر ما یک ده دقیقه کتی پهشه گفت میزد که خوش آمدی، صفا آوردی، بخیر آوردی، مجده آوردی اوال بهار آوردی و خودش دیقان هم بود بسیار خوش میشد یک روز که گفت 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 مال مار ما رو بتنگ میکنه بچه میخوا خبر بهار آورده اینال بیله گرفته بخیر میریم طرف کشت و کار بله آی صاحب. او زمان برای اطفال قصای بیشتر قصای چی رو میکردن ما و مریم جان عزیز صحبت کردیم گفتیم اون زمان کمتر بین مردم تلویزیون بود نه؟ باز اگر تلویزیون هم بود در بین یک قوم یک تلویزیون بود باز کل اگه می رفتن خانه از ما باز تلویزیون دیدن امال جان این قصه را که می کنم قصه بیشتر کردم حتی رادیو رادیو که در خانه پیدا میشد پس کل گی یک قند نگار کند داره په یک سه کند تو جور که بود بازی را گرفتم میامدن نمیشه و میآوردن می رادیو را میدیدن یک سه تگ رادیوهای قدیم هم ماست که دو سات نشرات داشت تلویزیون افغانستان که برآمد اول خو خدا بیامرز داوود خان کی را جور کرد باز شو دیگر در رادیو اعلان میکرد که میشه تلویزیون ایتونا بگیرید. اول تلویزیونه که ما دیدیم که داوود خان اعلان کرد ما آمدیم یک دونه در شهر نو در پارک اعلان کرد یکی هم د شفاخانه جمهوریت می آمدیم ما بیاد اومدیم شفاخانه جمهوریت تالار پاهانش هر کس عشق در چشم بیرون برامد که یعنی خدا هر کس از این نصیب کنه بته اولین فیلم ها فیلم بیبی بی, بی رابیه بلخی را انداخت داود خان خدا بخشدش بازی تلویزیون با تلویزیون کامت هرکی از خانه جمع شد در مردم چارکار من خودم هم راستی خبر داره با وطنداریم که دویم تلویزیون چارکار بود که ما آوردم باز شو قدر صاحب به بودیم ایلان سای سایب. سایب. که ایسو اعلان میشه تیشو باز یک دو سه کلو گوشت در خانه میبردیم که میمانه حتما میای امشو دگه تلویزیون چالون بس میشه بسیار تشکر آجی خدا عزت نشید میگیریم برمیگردیم برای سبسکرایب چینل ما اینجا را کلک کنین و برای دیدن ویدیوهای قبلی اینجا را کلک کنین